سلام برادران، میثم هستم از اتاوا پایتخت کانادا. امروز یه موضوع خیلی خیلی مهم رو می‌خواستم خدمتتون بگم و لطفاً تا آخر ویدیو رو ببینید. ازتون می‌خوام یه نظری رو بپرسم. اگر تجربه‌ای دارید یا اگر حس می‌کنید می‌تونید بهم کمک کنید، حتماً نظرتون رو برام بنویسید. واقعاً موندم چیکار بکنم. اما امروز اومدم مرکز شهر. این به قولی معروف‌ترین هتل ترمان اتاوا هستش. اینجا میدون به قولی مموریالش هست، یه همچین چیزی. اینجا هم که خدمت شما شود پارلمان کانادا یا مجلس کانادا است، اونم اگه اشتباه نکنم دادگستری کانادا است. کلا اینجا یه قسمت خیلی خیلی معروف کانادا است و پایتخت کانادا و حالا پایتخت اتاوا. خدمت شما شود که خب احتمالاً اگر اخبار دنیا رو شنیده باشید، کلا وضعیت اقتصادی بد شده، ولی در این حال تورم خیلی رفته بالا. برای اینکه تورم رو کنترل کنن، یکی از راهاش اینه که نرخ بهره رو میبرن بالا. نرخ بهره رو که میبرن بالا، قرض گرفتن هزینه‌اش زیاد میشه و هزینه‌های افراد میره بالا. به خاطر همین چی میشه؟ تورم رو میتونه یه مقدار کنترل بکنه. یعنی افراد وقتی پول کمتر داشته باشن بتونن خرج کنن، اتوماتیک توی جامعه تورم کم میشه. اما اتفاقی که افتاد، شما فرض کنید اون موقعی که مثلا من خونه خریدم، نرخ بهره برای مورگج، حالا وام خونه رو بهش میگن مورگج، من نرخی که گرفتم 1.45 بودش. الان نرخی که بانک‌ها دارن میدن 4.5%. اینو گوش بدید، خیلی جالبه. حالا ممکنه بگید بابا 4% 5% که سوسول بازیه. نه، چرا؟ چون ببین اینجا وقتی مثلا شما میخواید خونه بخرید و همش تقریبا وام، 80%ش وامه. بعد شما الان میانگین خونه مثلا تو این شهر اتاوا ما که حالا این مجسمه رو پشت سرم میبینید، اینم خیابون الگینه، اونم موزه به قول نشنال آرتشونه، موزه که نیستش، نشنال آرتشونه، مرکز هنرهای ملی. حالا توی مثلا همین شهر ما، همین جا، حالا تازه اینجا گرونتر هست، شما فرض کنید میانگین قیمت خونه 800,000 دلاره. از این 800,000 دلار بگیم شما 200,000 خودت بذاری 25%، 75%ش مثلا وام بگیری، یعنی 600,000 دلار. خب حالا وقتی شما 600,000 دلار وام میگیری، مثلا نرخ بهره بانک چقدر؟ 2%، حدوداً 2% بود. تازه من میگم مال من 1.45 بود، کمتر از 2%. 2% یعنی چی؟ یعنی شما سالی 2% باید به بانک سود بدی. 600,000 تا سالی 2%ش همون سال اولش تقریبا اینو حدودی ها، میدونم به هر حال محاسبات بیشتر داره، ولی حدوداً سالی 12,000 دلار شما فقط باید چی بدی؟ سود بانکو بدی. حالا خدمت شما هست، یه دوست ایرانی الان سلام علیک کردن. حالا شما فرض کنید 2%ش میشه 12,000 دلار. حالا بانکای مرکزی شروع کردن نرخ بهره رو ببرن بالا که تورم رو کنترل کنن، چون قیمت خونه همینجور داشت میرفت بالا، قیمت سوخت خیلی رفته بالا، قیمت خوراک خیلی رفته بالا. تورم هم اگر خواستید توی ویدیو میگم که اصلا یه سری کامپوننت، یه سری تیکه‌های اساسی داره. بعد حالا شما فرض کنید این 2% الان شده 4.5%، یعنی 2.5% تقریبا 3% رفته همین الان نرخ بهره بالا. تازه میگن که قراره بازم بره بالا و بعدش اتفاقی که میفته این که اصلا بانک‌ها هم سختگیرتر شدن. یعنی بانک مرکزی مثلا 2.5% برده، خود بانک‌ها بیشتر میبرن، میگن چون برای ما الان ریسکمون رفته بالا. حالا شما فرض کنید اصلا همین 2% وقتی بره بالا، یعنی اون 12,000 دلاری که شما فقط سود اون وامو میدادید یه دفعه میشه چقدر؟ میشه 24,000 دلار. 12,000 دلار میاد رو هزینه خانوار، یعنی ماهی 1,000 دلار. خب این خانوار این ماهی 1,000 دلار بعد از یه جا بزنه دیگه، مثلا از خرج بچه‌هاش بزنه، قرمش از خرج بچه‌هاش و از اینجور چیزا بزنه. خدمت شما عرض شود که حالا اتفاقی که میفته، حالا تورم کنترل میکنه. حالا نرخ بهره به قولی مسکن، به قولی مورگج، تازه کمترینشه این 2%-3% که میگم. چرا کمترین نرخ بهره است؟ به خاطر اینکه شما خونتون تو رهن بانکه و 30 سال، مثلا 25 سال 30 سال میخواید وام چیز بدید، بهره بدید. به خاطر این بانک کمترین نرخ بهره رو برای مثلا مورگج و به قولی مسکن میذاره. چیزهای دیگه مثلا مثل ماشین، مثلا بخواید برید لوازم دیگه بخرید، اونا قطعا نرخ بهرهشون بالاتره. الان که بهتون میگم نرخ بهره خونه مثلا 4.5%، وام مسکن، برای ماشین چیز 7.5%. حالا مشکل چیه؟ مشکل اینجاست که من وقتی که ماشین رو گرفتم، خیلی جالبه که بعضی بچه ها میگن آقا تو کانادا که دیگه ثبت نام و اینا وجود نداره. ببین الان ماشین تو کل دنیا کم شده. چرا کم شده؟ به خاطر اینکه قطعات ندارن، به خاطر جنگی که به وجود اومد، به خاطر کووید و
مشکلی که توی زنجیره تامین یا همون سپلای چین به وجود اومد، الان کلن ماشین سازا به مشکل خوردن، مخصوصا خودروهای هیبریدی، خودروهایی که باتری بخواد. شما الان هر چیزی که باتری گنده بخواد نیستی، مثلا شما حتی اسکوتری که من الان دارم توی بازار به سختی گیر میاد. حالا اتفاقی که افتاده چیه؟ مثلا من ماشین هیبرید رفوره، یعنی تویوتا رفوره مدل 2022 هیبریدش رو ثبت نام کردم. اون موقعی که ثبت نام کردم بهم گفتن یه چیزی حدود 9-10 ماه طول میکشه که بهت بدیم. حالا ثبت نامش چجوری بود الان خدمتتون میگم. پول من به اون صورت ندادم. ببخشید اگه ظاهر هم میبینید خیلی درب و داغونه، بخاطر اینکه سر کار بودم و سر کار پشتم اومدم داونتاون یه سر بچه‌ها و دوستامو ببینن. اما خب حالا شما وام مسکن، وام ماشین گفتم رفته بالای 7% الان. اون موقعی که من ماشین گرفتم بهم گفتن آقا 9-10 ماه طول میکشه. چجوری ماشین رو خریدم؟ بهم گفتن شما $500 صرفا بیانه میدی، نه وام مشخصه که سود بانکی چقدر خواهد بود، یعنی درصد سود چقدره. تازه بعدا میگفتن حتی قیمت ماشین هم مشخص نیست، قیمت ماشین وقتی که اومد بهم میگی بهت میگیم، یعنی نه معلومه کی بهم ماشینو میدن، نه معلومه قیمتش چنده، نه معلومه سود بانکی. سودم همون موقعی که ماشین میاد نگاه میکنن ببینن سود چقدره. تویوتا مثلا سودو چقدر تعیین میکنه اون موقع میگیرن. سود الان 7%، تازه بانک مرکزی میخوان بالاتر هم ببرن، یعنی بالای 7% هم قطعا میره. حالا اتفاقی که میفته بازم ممکنه بگید حالا 7% مگه رو ماشین چه میشه، چقدر میشه؟ تویوتایی که من خریدم تقریبا نقدش حدودش $40,000 با مالیات و همه چی. البته نه با مالیات میره یه ذره هم تازه بالاتر. شما فرض کنید $40,000 هم که در نظر بگیریم، 7% 4 هفته 28، یعنی سالی $2,800 فقط من دارم سود میدم به تویوتا بابت این ماشینی که دارم لیست میکنم یا قسطی ازشون میخرم. $2,800 برای یه ماشین خیلی زیاده. به من خیلی ماشین رو دوست دارم، ولی مسئله اینجاست که واقعا اگر بخواد سود بره بالاتر نمیارزه. خب حالا یکی ممکنه بگه خب نقد بخر. ببین خرید ماشین به صورت نقد توی این کشورها خیلی گزینه جالبی نیستش، به خاطر اینکه شما با سود خیلی، تو اکثر مواقع با سود خیلی کم 1% 2% میتونی این ماشینا رو بخری. پس خیلی منطقی نیست که بیا یه دفعه $40,000 $50,000 تو نقد بدی بابت این ماشینا. الان اینجوریه که سود خیلی رفته بالا. خب حالا چیکار کنم؟ الان اینا شما هم بهم بگید حالا چیکار میتونم بکنم. یه گزینه اینه که حالا من که فعلا ثبت نام کردم تو صف هستم، اینا هم که معلوم نیست کی بدن، یه 4-5 ماه دیگه مونده، 4-5 ماه دیگه مثلا میشه زمستون. کاری که میتونم بکنم اینه که مثلا وایستم حالا اون موقعی که ماشین گرفتم اصلا ماشین رو کش بخرم، بعد ببرم تو بازار بفروشم. اینجوری مثلا میتونم به قولی یه سود خیلی خوبی هم روش بکنم، چون الان اون ماشین گیر نمیاد. خیلی جالبه بهتون بگم که ماشین تویوتا رفور مدل 2022 الان کمپانی داره میده 40,000 تا، ولی چون تحویلش مثلا یه سال دیگه است، رفور 2019 یعنی 3 سال قدیمی ترش توی بازار داره 44,500 تا فروش میره. یعنی شده مثل ایران که یادتونه قیمت بیرون خیلی بیشتر از قیمت کمپانی بود، الان اینجا هم همین شده. قیمتی که بیرون میدید مثلا یه رفور 3 سال قدیمی رو بخواید بخرید باید 45 تا بدید، خود کمپانی نوشو داره میده 40 تا. حالا بخاطر همین من میتونم اونو بگیرم ببرم بیرون بفروشم. اما حالا این وسط چیکار کنم؟ توی این یکی دو سالی که تکلیف نرخ بهره و اینا مشخص بشه دارم فکر میکنم برم یه ماشین دست دوم ولی ارزونتر بخرم. نمیدونم برم مثلا یه مزدسه معمولی بخرم، برم یه دونه کمری معمولی بخرم که مثلا با $15,000، حالا دلار الان 20 خورده، مثلا با 300 خورده میلیون تومان اینجا میتونی یه کمری 2000 فکر کنم با 15 تا بتونی یه کمری 2013 14، حالا یه ذره بالا یه ذره پایین‌تر. البته ماشین دست دومم الان میگید خودت گفتی که ماشین دست دومم خیلی گرون شده، ماشین دست دومم خیلی گرون شده، ولی تو ماشینای گرونتر این اختلاف خیلی بیشتر دیده میشه. تو ماشین مثلا 10-15 هزار تایی شاید قیمت مثلا منصفانش 12-13 هزار تا باشه، ولی الان تو بازار مثلا دارن میدن 15 هزار تا. به خاطر همین واقعا نمیدونم چیکار کنم. این داستان ماشین و گیر نیومدنش یه خورده داستان شده. از اون طرف من دارم فکر میکنم خب چه کاریه، من میخوام این همه پول ماشین و قسطشو بدم، میتونم خیلی راحت بذارم مثلا رو پول خونم، یا چه میدونم مثلا اصلا برم
چیز کنم، خیلی راحت میتونم برم مثلا به فکر این باشم که خونه دیگه بگیرم، یا خیلی راحت مثلا به فکر این باشم که اصلا برم قسط خونم رو کم بکنم. الان که نرخ بهره داره میره بالاتر، خیلی راحت میتونم مثلا نصف پول خونم رو پیاف بکنم به اصطلاح اینجا. یا خلاصه این الان مشکلی که برای ماشین پیش اومده و همه جای دنیا هم هستش. و تویوتا خیلی جالبه بهتون بگم که حالا من رفور گرفتم، رفور اون موقع میگفت 9 ماه، الان از یارو پرسیدم میگفت الان کسایی که دارن ثبت نام میکنن 12 ماه به بالاه. خیلی جالبه این تازه چیزش ها هیبریدش ها، پلاگین هیبرید نیست، اونایی که میخوره شارژ میشه مال من مثلا باتریه ولی هیبریده، اونایی که پلاگین هایبریدن که شارژ هم میشن اونا میگفت ویت تایمشون 2.5 سال، یعنی الان سفارش بدید 2.5 سال دیگه به تحویل میدن. شما وضعیت رو ببین چی شده. پس این که ببین این کشورها خب خیلی همه چی رو اصوله، ولی این کشورها هم سیستم به هر حال سیستمه دیگه، وقتی به مشکل میخوره به مشکل میخوره، کارش نمیشه کرد مثل همه جای دنیا. فقط میخواستم ببینم نظرتون چیه، احتمالاً باید یه مقدار با اینکه مثلا میگم رفوره رو خیلی دوست دارم، با اینکه خیلی دوست دارم ماشین داشته باشم، ولی احتمالاً باید بی خیالشم یا حداقل فعلا برم یه ماشین دست دوم بگیرم مثلا با 10-15 هزار تا و بقیه پولشو مثلا بذارم برای خونم. یا الانم قیمت خونه خیلی داره خوب میشه، حتی یه سری هم الان میدونم میگن ما که بهت گفتیم میاد فلان میشه، نه نگران نباشید، من اون قیمت خونه‌ای که دادم انقدر قیمت خوبی گرفتم و یه داستانی داره، میدونی نرخی که گرفتم و حالا به قولی سودی که خونه برام داره همه جوره توجیه میکنه، تقریباً چیزی برای خونه من نمیدم. ولی خدمت شما میخواستم بگم که میتونم مثلا چه میدونم پولشو برم اصلا این یه قسمت وام خونم رو تسریع کنم، میتونم به فکر این باشم که الان قیمتهای خونه خیلی خوب داره میاد پایین، مثلا برم به فکر خونه دیگه. حالا هرچی نظرتون چیه اینو بهم بگید. فقط خواستم بگم که حواستون باشه وضعیت ماشینم اینجا اینجوریه، ماشین خریدن خیلی داستان شده، بچه‌ها واقعا مثلا شدید دنبال ماشین میگردن پیدا نمیکنن. و این رو هم میخواستم بهتون بگم که اگر واقعا نیاز به خرید ماشین سریع اینجوری بچم اگر واقعا نیاز به خرید ماشین ندارید تا میرسید تو این کشورها ذوق نکنید بگید آخ چون اینجا مثلا ماشین قسطیه خیلی راحت من میتونم بهترین ماشین رو قسطی بخرم، نه، همینطور که مثال زدم وقتی سود یه دفعه 7-8% بشه شما فقط داری سالی 2-3 هزار دلار سود میدی، تازه اصل ماشین رو که باید پرداخت کنی چی، فقط 2-3 هزار دلار سودیه که داری برای ماشین میدی. انواعش هم گفته بودم، لیس و فایننس رو توی ویدیو توضیح داده بودم، میتونید اون ویدیو رو ببینید که ببینید فرق لیس و فایننس چیه، که مثلا توضیح دادم فایننس بعد 5 سال مثلا 6 سال ماشین مال خودتون میشه، لیس بعد 5-6 سال ماشین رو میتونید پس بدید یا از کمپانی بخرید به اون ارزشی که مونده از ماشین. و امیدوارم که این ویدیو درت خود باشه، ممنون میشم اگه نظرتون بهم بگید. خلاصه روز خوبی داشته باشید، دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید، به امید موفقیت تک تکتون، سیوین نکسون شو رفتم یکی بوزن، مراقب خودتون باشید، نظرتون حتما بهم بگید، لایک و کامنت و سابسکرایب یاد، اگه موضوع دیگه هم خواستید بهم بگید حتما توضیح میدم. دیگه فکر کنم رستم در خونه دوستمون برام ببینم شکرس ویو بکگراند وار مموریال برای جنگ جهانی اول، اونم هتل شاتولویه اگه درست گفته باشم، اون برم که ساختمانیه که کوچهیه که بهش میگن سپارکس، یکی از قشنگ ترین خیابونای اتاواست، این خیلی زنده است وقتی میریم. اینم که برای جنگ جهانی اول، آقا ما یه بار برگشت میگفتیم اشتباها گفتم جنگ جهانی دوم، بعد جالب زیر نویس هم کردم گفتم آقا جنگ جهانی اول، زیر نویس کردم و خودم فهمیدم یه کامنت نمیدونی نگو، بلد نیستی نگو، حالیت نیست نگو، بابا باشه حالا جنگ جهانی اول. آره همون اینجا هم برای سربازهای گمنامه، The Unknown Soldier، بعد اینا هم مثلا سربازهای جنگ جهانی، اونا هم خوریان به خورد، فقط نمیدونم چون خوریاش لخت هست، ببخشید اینجا هم خوریان.